تیم‌های ملی والیبال افغانستان و تاجیکستان فردا برای نخستین بار در شهر کابل بازی‌های جام دوستی را آغاز می‌کنند. جزئیات بیشتر این رویداد ورزشی را از خبرنگار ما وحید فیضی ساپی می‌شنویم که از استودیوی کابل با ما اند. آقای ساپی، هدف این مسابقات چی می‌باشد؟ فواجان، هدف این مسابقه جام دوستی یا تحکیم روابط میان تاجیکستان و افغانستان خوانده شده است که تیم تاجیکستان با دعوت فدراسیون والیبال افغانستان روز گذشته به کابل آمده و قرار است فردا تیم افغانستان و تاجیکستان نخستین بازی دوستانه را در کابل آغاز نماید. البته گفته شده است که 4 بازی در کل بین این دو کشور خواهم انجامید و تیم های مختلف که در کابل است با تیم تاجیکستان با بازی میپردازند. در کل این مسابقه برای تجارب شریک ساختن تجارب نیست عنوان شده است. مسئولین فدراسیون والیبال افغانستان میگه که همین اکنون زمینه مساعد است که تیم های خارجی به افغانستان بیاد و با تیم والیبال افغانستان بازی نمایند. یکی از مسئولین فدراسیون والیبال افغانستان در زمینه چنین میگوید: هدف از دعوت از اینا دو موضوع است. یکی، ما بتونیم از تجارب هر دو کشور، البته از بخش ورزشش، استفاده مؤثر داشته باشیم، و موضوع دوم تحکیم مناسبات دوستی و برادری بین مردمان تاجیک و مردمان افغان است. از سوی هم امروز در کابل یک دور هشتم والیبال ببخشین فوتبال 16 سال که در کابل از 2 ماه بدین سو آغاز شده بود با پایان رسید که در این مسابقات در کل 64 تیم از شهر کابل شرکت ورزیده بودند که در خاتمه 2 تیم به لیگ برتر 16 سال راه پیدا کردند و در همچنان 14 تیم به لیگ الف کابل راه پیدا کردند. مسئولین فدراسیون فوتبال افغانستان میگویند که هدف از برگزاری این مسابقات رشد تیم های 16 سال است که همچنان توانستند در حدود 32 ورزشکار برتر به تیم 16 سال جذب نمایند که در آینده به شکل اساسی به تمریناتشان خواهند پرداخت. همچنان ورزشکاران میگویند که امیدوار هستند در بخش نوجوانان مسئولین سرمایه گذاری بیشتر نمایند تا در آینده تیم قوی در بخش فوتبال داشته باشند. یکی از ورزشکاران در زمینه چنین گفت: از مسئولین میخواهیم در آینده بر از بازیکنان جوان تربیت کنند و از امیال میتونن که زمین بازیکنان خوب استفاده کنند، برای آینده و تیم ملی بسیار خوب به درد میخورن. تشکر آقای ساپی.